فساد محصول این نابسامانی هایی است که در نظام تصمیم گیری های اساسی شکل میگیره. نافع دارن، گروه های مختلفی در درون حاکمیت، در مجلس هستن، در دولت هستن، در دستگاه قضایی هستن، اینا حضور دارن، دنبال منافعی میگردن. چطور میشه که با اینها برخورد قاطع نمیشه و بعد وقتی یه دختری که یه چوب کرده سر روسریش تو خیابون و بعد یه 22 سال دستگاه قضایی به حکم زندانی میده و بعد میبینیم که قارتگرایی که زمینه های این نابسامانی ها رو در جامعه فراهم کردن راست راست راه میرن و بعد اجازه دارن که از مملکت خارج بشن. چند درصد از مسئولین ما از میدون ونک به پایین میشینن و خصوص این مسئله از دولت نهم به این طرف خیلی باب شد، مرزهای اخلاقی دریده شد. بسیاری از مسئولین دولتی ما خودشون تو بخش خصوصی فعال هستن. ببینید این مصداق بارز فساد در غربه، برای خاطر اینکه همشون منتفعن از این حضور.